آوز کورا گز ها یه دور اصلا سوگنگ به ویدو خیلی خوش اومدی دوباره اومدیم با مرشد چه شد مرشد اومد که اوفید این نمیده بودو امروز دوباره اومدیم با هم دیگه یک سری عکس و نوستالژی رو با هم دیگه نگاه کنیم و خاطراتو بهتر زنده کنیم بهتر کنیم دیگه زنده میشد مشد پیر شدیم بش نه دی ببینید مرشد من داغو میشم این کار نکنم نه مرشد نه دیگه ماما انتی چی کار داری؟ برمو شکری اگر از اینجا ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید کامنت بزنید سابسکرایب کنید چنل رو مشاهدم داخل دیسکریپشن براتون میذارم حتما حتما سابسکرایبش بکنید اونجا هم دوباره یه سری ویدیوهای دو نفره داریم که چی بود؟ با تو هم شد که حتما اونجا هم سابسکرایب بکنید و اینستاگرام من رو میشناد روی صفحه بیاد اونجا هم حتما فالو بکنید برو بریم ویدیو رو شروع کنیم بودو فیلتر تصویر داشتیم وقتی فیلتر مود نبود وای یادت اینا رو ببین این تکنولوژی رو هیچ جای دنیا کشف نکرده بودن خدا بودیم ولی خدا بودیم چند کار میکرد بدبختی آره. جلو نگاش نکنی جلو آب پاچیدن اینطوری رو میگرفت بابا بدبخت تصویه آب انجام میداد تصویه میکرد تصویه ولی تصویه آب انجام بعد میومده قشن با چشت میدیدی چجوری تصویه کرد بعد یه هفته اینا که میگذشت میومدی دست میزدی بعد یه دفعه بزاد گچ احساس میکردی که آت و آشغال جمع شده اصلا این تکنولوژی خدا بوده بکن الان که شما مصرف نمیکنی چقدر آت و آشغال شون چقدر گچ میخوری نه دیگه الان آبا خیلی بهتر شده آره. اینا با همه جا هم بود همه آره، جا بود آره. بود تو آشپزخونه بود آشپزخونه آره همه جا داشته هر جا یه شیر بود اینو چسبونده بودن من یه سوال دارم چطوری آخه ببین وقتی اینا رو داخل تلویزیون که نمیومدن بگن آقا یه جوراب بذارید مثلا سر لوله اینا خب چطوری همه کشور از این تکنولوژی استفاده میکردن چه جوری میرسید به هم دیگه از روس از مثلا یه جای شروع شده یه جای کوچیک یه جای کوچیک شروع شده مثلا گفته ای شما تو همتون چیز زنین بده ما هم استفاده کنیم اینه جدیدی من خطازه خریدم دیدی مریم اینا تو همونشون چی دارن آره همینطوری بعد گشته کل ایران قشنگ پخش شده آره دیگه نمات بچه پولدارای دهه 60 و 70 وای خیلی گرون بود و یه برند بود خیلی معروف بود چی بود اسمش فاور کاستر آره کاسترش من یادم آره اولش نمیاد چیز بود بعد یادم در رنگ 12 تاییش 12000 تومان بود خیلی بود اون موقع خیلی بود واقعا و همیشه من مثلا این 6 تایاشو میگرفتم اینا بعد این برند بونجولا منم بابا بونجلشو میگرفتم بعد اینا مثلا آهنی بود باز میشد اینا آره مانو کاغذی بود مقوایی بود میشه کنار هم که خوشحال و اصلا جعبهش معلوم بود با کلاس بود اینا اصلا آره بابا اینا هر کی داشت میگفتن اوه من یادم رفیقم گرفته بود بعد پشمام ریخته بود که مداد سفید داری همونه دقیقاً میخواستم همینو بگم دقیقاً میخواستم بگم گفتی. شما مداد سفید رو استفاده میکردی آخه ببین برای یه شخصی که مثلا طراح حرفه‌ایه خیلی آره. به درش می‌خوره من دیدم ولی ما هیچ وقت اصلا مثلا گفتیم سفید چیه برای ما آخه کاربردی نداشت اول ما گفتیم پاک کنه با این نوار کاستا وای اینا رو یادمه چیکار میکردم برای برگردن این خودکار میکردن داخلش میتابوندن آره برمیگاش فکر کنم تایمشو واسه آره. میتونستی اصلا یه جو تنظیم کنی بدی عقب دوباره از اول بیاریش آهنگ دوم براتون آهنگ بر بعدی بعد اصلا کپی کردنش خدا بود کپی کردن یه دستگاه گنده داشت بعد تو میمتی مثلا اونی که ازش می‌خواد کپی کنی رو می‌ذاشی توش یه خامم می‌ذاشی توش خامم می‌ذاشتی آره می‌تابیدم اینطور بعد کپی می‌شد ماجیک یه سری نوارام بود قدیما اگه می‌گرفتنت بات بود مثلا حکم داشت فرام آره اینا ده شصتیا بیشتر چیز کردن آره بیشتر آره. تجربه کردن تا مثلا 70 و اینا نوار فیلم داشتی می‌گرفتن آره بعد بچه‌ها تو گوشیشون فیلم خاک تو سری دارن
بچه های دیروز، بچه های پیروز، وای با من نداشتم این چای خزینه. من داشتم. چرا؟ من قرمزشو داشتم. چند داشت؟ یه بلند بود، یکیش مثلا کوتاه بود. آره، برای هر سایزی داشتم. یه دونه اینو برای بچه می‌خریدیم، یه نفر خوش بازی می‌کرد، زندگیشو می‌کرد. الان بچه ها حالا یه کت شلوار بعد با یه کراوات قرمز، سور. یه سامسونت بدی دستش بره وکالت درس بده. درس بده. یادم نگیره. بچه‌ها الان خیلی گنگن. آره، فیکر. خیلی گنگن. اوف. یادته چی میگفتن؟ یا یادم اومد اینا. بچه‌ای که خیلی قدیما بازی می‌کردن اینو میدونه. تو هم مطمئنم یادته یه بازی رو روی کامپیوتر یا پلی‌استیشن تموم می‌کردیم، میگفتیم بازی رو فتحش کردیم. آره بابا، به جای اینکه اصلا بازی رو تموم کردیم. آره بازی رو فتحش کردیم. تموم شده رفته. بعد اون زمان بازی رو که تموم می‌کردی یا به اصطلاح فتح می‌کردی، خدا بودی. خدا بودی. یعنی ببین تو یه اتم رو کشف کردی اگه این اون بازی های اون موقع رو تو سن پایین تموم میگه. وای آدامز خرسی. یکی آدامز خرسی ها، یکی اون آدامز موزی ها. خیلی پاپولر. من دیدم. آره هست. هنوز داری. آره. یاد برچه اسفا شد تتو میزنی؟ یاد تتو یاد میزنی؟ ما خودم آرتیست تتو کار بودیم. اوف. می رفتیم یه آب قشنگ دستمال رو خیس میکردیم بعد میمدیم مثلا زوغ شو. من یه بار بچه بودم احمق بازی در آوردم، نمیدونستم به جای که اینو مثلا دستو خیس کنی به چسبونی اینا، من یه ریس دادم خودش اونجا چسبونم، دیدم رنگ نمیده. دیدم زبورم رنگ شده. بسته نباشی. بعد همه بعد بقیه هم اینطور بودن که نه نزده اینه سرطانزا. آره حالا یه چیزی یه جوهره بزنم. شما اگر تو نمیاد این لعنتی حکم بمب ساعتی رو داشت. وای این زود فضا ترکیده تو اکسسم پشمام. من نگیدم داشتین شما این زود پزا؟ آره و هنوز هم داریم، همین یه گوشه خوابیده. استفاده نمی کنن ولی خیلی خدا بود. من بچه بودم موقع که ازش نفسن استفاده کنن اون سرشو برم داشتم یه باش بازی می کردم. ببین حرفه‌ای در گاف صندوق اینطوری چفه میشه. تو گیره اینجوری از بغل داشت بعد یه چی از بالا میومد اینجوری سفتش میکرد بعد اینا اینجوری سفت میشد. آره حکم تانک رو داشت، تانک بود. چه چیزایی داشتی خدایی. تعلیمات اجتماعی. وای اینا یه خانواده بودن فکر کنم. چی بود؟ فکر کنم فامیلشون هاشمی بود. نه یادم نمیاد. فکر کنم فامیلشون هاشمی بود. تعلیمات اجتماعی. کل تاریخ و تعلیمات اجتماعی و جغرافیا از تعلیمات اجتماعی بیشتر خوشم میاد. با تعلیمات اجتماعی چی آخه؟ و این آخه تعلیمات اجتماعی خیلی تاریخ سربر بود. عشق تاریخ بود نشد یعنی. هنوز هم هست. مثلا اصلا دوست داد کتاب داستان داری میکنی. داریم گیم میزنیم مثلا. یکی داون برو یه اسلاید میرم پوش بده من میشدیم مثلا برو میدونه سیراسی ناپلونم یه بار داشت اینطوری میرم یه تیم کمون خورده هم پوش بابا ولکن بابا دارم آموزش میدم بعده من دارم تاریخ آموزش میدم. عشق تاریخه من قد تاریخ بعدم میاد بیشتر از 13 هیچ وقت نگرفتم تاریخ زندگی تو تنه تعلیمه اجتماعی خوبه تعلیمه ما رفتیم چه درس میدادن اصلا تعلیمشون قانون رو درس میدادن فکر قانون کنم قانون یاد آره بابا مثل چیزا قانون بود. آره این خطکشو یادتونه؟ وای آره هر من هیچ وقت نخریدن. من چرمن داشتم بعد نکاش تیز بود لا مثلا میزدی دستت هم زخم می‌کرد. برای من همیشه این خطکشا میگرفتن مثلا اینقدر 50 سانت بود بعد میگرفتم میگفتم آره این خیلی کارش بیشتر از اونه اون حالا تایشی طوری میکنی اون بهتره گفتم بابا من خطکشم اونو من میخوام. آره و قشنگ بود رنگی رنگی بود برای اونا. ساعت میشد آره اونا لاجیک بر اساس لاجیک و اینا تصمیم میگرفتن ما مثلا چیز خوشگل و اینا می‌خواستیم. یادمه یه خطکش آهنیا داشتیم فکر کنم هنوزم باشه یه برای سانتی متر بود یه طرفش هم اینچ بود. آره همه خطکش ها یه طرفش اینچ یه طرفش سانتی متر هیچ وقتم اینچ به دردمون نخورد. نه واقعا هیچ وقتم به دردمون تو مدارس اصلا به اون درس میدادن اینچ. آره به اون یاد نمیدادن. بستنی تو قلو.
وای 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 ما اینا میگرفتیم، ما فقط میرفتیم با هم میگرفتیم من و خواهرم، بعد اینو قشنگ وسط نصف میکردیم، بعد مثلا دو سه تا میخریدیم وسط نصفشون میکردیم، بعد نه اینکه تعداد زیاد میشد بیشتر میشد که مثلا چند تا بستنی، مثلا 10 تا بستنی داریم در از 5 تاست. آره همون خیلی لذت داشت. من تنها میرفتم بستنی رو بگیرم، باز این دو قلوه هم میگرفتم، بعد نصفش میکردم که اینو میخوردم که اینو، برای تنوع هم بعضی وقتا نصف نمیکردیم چون بوده او. آره آره خوشحال بودیم مثلا تعداد زیادتر داریم که او همونه دیبونه با این فرفرا میکشیدش فر میرا فاو. من نداشتم، من اینه باز نداشتم، منم نداشتم. ببین بچه ها چقدر حال میکردن، یه چیز مثلا اینجوری میدادی، بعد این سی سانت، این سی سانت میرفت هوا، یک خرزوغ میشدیم، یک خرزوغ. الان هلیکوپتر دارن، نمیدونم چی بچه پهباد دارم. این این ازش همین اسپینر ها، اسپینر چیه؟ آره اسپینر. آره باور کن این تکنولوژی برداشته شده، باور کن نکن این چیز جدیدی. با این بازی ها تیله بازی یا گندقل تیله ما اینجا بازم دارم. داره به اینجا من رفتم فروشگاه، اتفاقا ازش هم عکسم گرفتم براتون میذارم روی صفحه، رفتم کیسه کیسه تیله ها رو گذاشته بودم داخلش. بعد بر من عجیب بود، گفتم مگه ریجنی نبوده این بازی ها؟ چون مگه تو ریجن مثلا ایران باشه؟ بابا باور کن فقط ایرانی ها تیله بازی میکردن. آره یه آمریکایی بیار بهش بگو تیله بازی میکردی بهت میخندی، اونا بیسبال بازی میکردن. تیکمون مثلا واقعا بگی بس تک بزنی بابا. هفت‌سنگ وای، هفت‌سنگ چقدر من هفت‌سنگ بازی میکردم، خیلی حال بود. هفت‌سنگ یه قل دو قل، نون بیار کباب ببر، وسطی قایم باشک، خاله بازی، خاله بازی، گل کوچیک. ببین گل کوچیک و گل کوچیک همیشه بوده، همیشه بوده. آره مثلا بعضی این بعضی این بازی‌ها رو مثلا دیروز درمیون بازی می‌کردیم، هفته یه بار بازی کردیم، ولی گل کوچیک هر روز بود، هر روز تو همه محله‌ام گل کوچیک داشتیم. یا تو یه بازی بود توپ میگرفتی مینداختی هوا، اسم یکی رو میگفتی اون باد سری توپ رو میگرفت میزد به اینو. آره با اسم حیوان هم انگار انتخاب میکردی، اسم حیوان، اسم حیوان فقط بعد حیوان انتخاب میکردی، اصلا چیز دیگه نمیتونستی. طرف من یادمه طرف بعد توپ رو میگرفت دستش، بعد این مینداخت بالا، بعد اسم صدا میکرد، مثلا یوسفلنگ، نمیدونم شیر. آره آره. بعد اسم هر کی اون بود بعد سری میدوید توپو میگرفت، توپو میگرفت. ولی حالا قانونا رو داشت، ما قانون مدار بازی میکردیم، قانون مدای مختلف داشتیم. آره اگر قبل اینکه توپ بخوره زمین این توپو میگرفت، یکی دیگه میگرفت، میتونست اسم یکی دیگه رو صدا بزنه. آره آره. ولی اگه میخور زمین نه، هم بعد تا میگرفت میخور زمین، تا میگه همه با هم سرجشون وای میسادن، باد وای میسادن دقیقاً. خدا خدا بوده این چه بازیای داشتیم اصلا. آره. شما یادتون نمیاد وای چیز؟ این مداد فوق العاده لاکچری بود. نه. ببین این مداد یه استپ، یه سیزن به قول گفتنی قبل از اتود اومد. آره آره چه جوری بود؟ من زیاد این مداد این نوکارو میذاشتن وقتی استفادهش میکردی تموم میشد درش میبردی که علاشو میذاشتی که نوک جدیده اینجوری میومد بالا. بعد یکی یه عربه داشتیم خیلی چخان میکرد میگفت اینا رو ولک میذاری تهش خودش یه دونه خودش میسازه بعد این بوده میسازه خودش چی میگی؟ لعنتی چه دروغی میگی؟ ما اتود داشتیم، ما درجا رفتیم رو اتود. آره بعد اوایل که اتود اومده بود گیر میدادن، مثلا معلم ها گیر میدادن و اینا، چون تازه اومده بود نمیدونستن. دقیقاً این خودکاره چیه داری؟ این خودکاره یعنی چی؟ این خودکاره چیه؟ بعد میگفتیم بابا مداده این پاک میشه به خدا، یادم اوایل گیر میدادن. آره خیلی هم حساس بودیم که با پاکون خود اون اتود استفاده نکنیم. آره سیاه میشد، یکم زشت میشد. وای این لیوانه یادته؟
من نمیشتمش وقت من یادمه سه نفر بودیم، بعد امیر داشت، امیر این چیزا داشت، این لیوانا، بعد سبز بود. الان هم بشوی که باور کن هنو دارتش، باور کن هنو دارتش. ببین امیر داشت، بعد این سبز بود، این سبز بود، بعد عکس بنتن هم رو شد. بابا بعد اینقدر عالی میکردیم با بنتن روش که نگو. بعد ما همه از او استفاده میکردن. دستتون دار نکنه. آخه چیش بهداشتی بود مثلا چیزای مدرسه، شیرهای مدرسه. یه دونه هم که از این بر شیر گذاشته بودن تا اون بر. آره تا اون بر. اصلا یه از معنای نداشت اصلا چی بود؟ آره اون موقع اصلا خیلی بهداشت اونجوری بهش زوم نمی کردن. آره بعد آب می کردیمش، بعد نصفه، بعد یه دفعه با در می بستیمش، بعد همه رو خیس می کردن. آره خودمون هم خیس می شدیم ولی خیلی کیف داشت. شامپو تخم مرغی بودی؟ چی بود؟ بهش گفتن شامپو تخم مرغی. آره خدا هنوز هست این لامصب، هنوز هست و خیلی خیلی باورش داره هر روز، میگن این بود بهتر این شامپوی که الان هست. یه دونه صحت هم داشت. آره صحت هم داشت. آره هر روز اون صحت هم هست. بعد جالبش اینه هنوزم صحت فرمشو نگه داشته، یعنی فرم آره، همون نگه داشته، چیزشو نگه داشته. فقط هم سن که زرد بود بهش گفتن تو خماری. آره این بخاری داشتین شما؟ نه چی؟ اینو ما هم نداشتیم ولی مادر بزرگم اینا داشتن. ما یه نسخه بهتره مثلا آیفون 13 ایشو داشتیم که کارایش دقیقا همون بود، قیافش اینا همون بود. کرسی بود؟ نه مثل همین بود، قرمز بود ولی بعد فیتیله داخلش میذاشتیم. بعد دقیقا مثل همین با نفت و اینا نفتی بود. آره با میرفتیم نفت میبردیم. آره من یادم مادر بزرگم یه چی داشت، اونم توش نفت میریختی بعد روشنش میکردی. بعد دقیقا رو سرش هم چی میذاشتیم؟ شلغم میذاشتیم گرم میکردیم، نون میذاشتیم گرم میکردیم. خیلی کار میشه کارایی داشتا. اوف این فرشا رو ما هنوز داریم. فرشا همه دارن این فرشا رو هنوزم دارن مردم. دستباف بهش میگن چون همه شبیه یک بودن، یه تر داشتن. خدایا آره چقدر قدیمی. زخ خورده هاش لایک کنن. برقت میگیره میکشید. آره بعد خیلی چیز بود، خیلی مدل من خیلی سویچشو داشت. آره سویچشو داشت. هزار تا کوفت زرمارشو ساخته بودن. بعد به زوغشو دیگه آدم سیخاری. آدم سیخاری طرف مثلا خوش کمجی میکشید دو اینجوری یا اینطوری میشه. آره بهش شکر بود. بعد ترزوغ میشدیم ها و یارو مثلا پوکر فیسجون نگاهت میکرد. حکم خلاف داشته اینا، خلاف بود داخل مدرسه میبردی. داخل مدرسه کی به اینو میبرد؟ بابا الان بچه ها چاقو میبرن دو مدرسه. چی میگی؟ این بزرگوار یادتونه؟ چیه این؟ ببین الان گوشیه ما گارد داره، این گارد گارده کنترول. فهمیدم چیه این گارد. آخه ترکش کناره میزدی این باز هیچیش نمیشه. کنترل شما امنیت کنترل خود را به ما بسپارید. راحت. من یادم تلویزیون قدیمیمون داشت، خیلی قدیمی، خیلی خیلی قدیمی. این تلویزیون ها که شیکم داشتن بود، خیلی ساله پیش. پلاسمایی ها یادش شیکم سال پیش. آره ما یکی از تلویزیون های این پلاسماییمون ها یک سال پیش که نه ولی 9 ماه پیش فروختیمش با یارو خودم رفتم کمکش میکردم. آره و اونو رفتیم خیلی هم سنگین بود. خب بابا اون تازه چیز بود، اون تازه مثلا مود بالا بود، مثلا جدیدتر از اونا بود. آره اونی بابا که من میگم خیلی داغون بود، کوچیک بود، بعد اینقدر برفکی بود، این پیکسل ها آره کم بود میشه. خیلی پیکسل هاشو کم بود، مشابه مزمز. زمزم ها وای هنوز هم هست از اینجا. آره بابا زمزمشو یادم نمیاد که باشه یا نباشه. آره شیشش هم باید بذاری دوباره همونجا. آره نباید با خود بذاری. آره بایی آروی عقدت میگیره شیشش بیاری. شیشش بیاری بردی نه دیگه اصلا تو شهر میگه شیشش بیار. یه وضعیتی من یادم میرم خیلی قدیم بچه بودم، خیلی اصلا بچه بودم، بعد یه سبد داشتیم، بعد توش همین سبد اینا بود ولی خب خیلی با کلاس بود. سبد خیلی با کلاس بود، بعد شیشتم بیشتر جا نمیگرفت. و یادم بابام میذاشت خالی شو بهم گفت برو بخر. بعد میرفتم این سبد خالی ها رو میذاشتم چیز بر میداشتم از مغازه. بعد میابردم اینطوری میابردم. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی خوب بود. از به نظر من نوشابه های
شیشه ای اون موقع حتی از قوطی های الان خوشمزه تره. آره بابا 100%. الان اصلا واقعا مزه نداره. اصلا مزه شید اصلا عوض شده جوری. ای پیر شدیم پیر شدیم. پسر رو از این ویدیو امیدوارم ازش لذت برده باشید. فراموش نکنید اگر از این ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل، خیلی با منم ارشاد کمک میکنه. کانال ارشاد داخل دیسکریپشن براتون میذارم، حتما برید و سابسکرایبش بکنید. اونجا هم دوباره یه سری ویدیوهای دو نفره میذاریم. پس دمتون گرم، میبرمتون تا بعد. سفیدابه یادته چرک میکردن کیسه ها میکشیدن رو یارو قرمز میکردن. وای 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 آره وای همیشه من رو بابا میکرد. نه من هیچ وقتی استفاده نمیکردم، نه خودم نه بقیه، همجور بود فقط. و الان لیف دارن بچه ها، لیف های خوشگله با ابریشم خالص جاده، ابریشم از چین صادر شده، زده حساسیت، زده کسیفی، زده باید.